پس از احضار و بازداشت شمار زیادی از اعضای خانواده قربانیان در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی تعدادی از خانواده های دادخواه متنی مشترک در شبکه های اجتماعی منتشر و خطاب به حکومت یادآوری کردند که حرفی جزی ندارند قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان خانواده های دادخواه خیزش انقلابی در متن مشترک نوشتند این روزها که هر ساعت یکی از خانواده های دادخواه رو بازداشت و هزار می کنند، سخن را کوتاه و اضافه گویی نمی کنیم. بین ما با تن بیجان جگرگوشه های من بردوش و شما و زندان ها و شلاق ها و تهدیدهایتان تنها یک جمله باقی است. قسم به خونه یاران ایستاده ایم تا پایان. تلاش حکومت برای جلوگیری از شکلگیری قیام در سالگرد خیزش و انقلابی و مرگ حکومتی جینا ادامه دارد و طی روزهای گذشته اعضای خانواده دست کم چهاردن از قربانیان خیزش بازداشت شدند. فاطمه هیدری خواهر جواد هیدری از قربانیان خیزش انقلابی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی درباره وضعیت تعدادی از خانواده های دادخواه بازداشت شده اطلاع رسانی کرد. بر اساس این پست ها نسلن علیزاده خواهر شیرین علیزاده به زندان دولت آباد اصفهان منتقل شده. صبح چهارشنبه یک شهریور عوامل حکومت به منزل نسرین علیزاده یورش برده و اون رو بازداشت کرده بودند گروش وزیری همسر شیرین علیزاده هم از 26 مرداد بازداشت شده که در زندان دستگرد به سر میبرد به گفته فاطمه هیدری همچنان هیچ پاسخی به پیگیری خانواده علیزاده درباره بازداشت این دو نفر داده نمی شود. شیرین علیزاده سال گذشته در جریان اعتراضات مازندران با حمله مستقیم نیروهای امنیتی جون خودش را از دست داد اون پیش از مرگ مشغول فیلم برداری از حمله نیروهای حکومتی به معترضان مقابل یک پایگاه بسیج بود و لحظه اصابت هدف در تصاویر موبایلش ثبت و ضبط شد. به گفته فاطمه هیدری، ماشالله کرمی پدر محمد مهدی از جوانهای اعدام شده در جریان خیزش انقلابی اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سپاه کرج است. نیروهای امنیتی با هجوم به خانه ماشالله کرمی او را بازداشت وسایل الکترونیکی مانند لپتاپ و تلفن همراه خانواده کرمی را ثبت و ضبط کردن رو و با خود بردند همچنین از ازدانی مادر محمد جواد زاهدی هم به زندان قایم شهر منتقل شد. محمد جواد زاهدی جوان 20 ساله اهل سالی بود که با حمله ماموران زخمی و به دلایل همکاری نکردن اورژانس بر اثر خونریزی جونش را از دست داد. بازداشت خانواده های دادخواه و فشار بر آنها در هفته های گذشته شدت بیشتری گرفته و بسیاری آن را ناشی از ترس حکومت در سالگرد قیام و از بین رفتن این معترضان می دونند. در واکنش به سرکوبگری های حکومت جمهوری اسلامی سازمان عفو بین الملل منتشر و اعلام کرد مقام های تهران در آستانه سالگرد از بین رفتن محسا امینی کمپین آزار و اذیت خانواده جانباختگان این اعتراضات رو با هدف ساکت کردن اونها و همچنین مسئولیت خود از مجازات تشدید کردند. دایانا التهاوی مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای اف بین نیز تاکید کرد خانواده های قربانیان اعتراضات باید از بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدامات تلافی حکومت محافظت شوند. <applause> محمد اکرمی رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران خبر داد بر اساس بخشنامه اداره کل تجهیزات پزشکی واردات و تولید کیت های غربالگری ممنوع شده همزمان اعلام شد که بر اساس آخرین آمارها در ایران 20 درصد زوجین دارای مشکل ناباروری هستند محمد اکرمی رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران در این زمینه به رسانه های داخلی گفت چندی پیش بخشنامه ای از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی ابلاغ شد که بر اساس این بخشنامه هرگونه واردات و تولید کیت های قربالگری ممنوع است اما این ابلاغیه بلافاصله با واکنش منفی انجمن های علمی مواجه شد او افزود به همین دلیل و پس از اعتراضات در مرحله بعد محتوای بخشنامه ثابت ماند اما عنوان آن تغییر کرد و در حال حاضر در سایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو این بخشنامه موجود است این مقام سنفی درباره علت واکنش های سنفی نسبت به بخشنامه ممنوعیت واردات و تولید کیت های غربالگری گفت ایرادی که در حال حاضر به کار وارد است این است که این ممنوعیت با شرایط اکنون کشور که سن ازدواج و به تبع اون سن بارداری افزایش یافته همخوان نیست. نو افزود در حال حاضر که هدف کشور حمایت از جوانی جمعیت است همه باید کمک کنیم این دقدقه ای که برای خانواده ها در زمینه داشتن فرزند سالم در سن بالای بارداری مادر به وجود آمده برطرف شود و همین علت به شدت نسبت به این بخشنامه واکنش منفی نشان داده شده رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران درباره تاثیر ممنوعیت واردات کیت های غربالگری بر افزایش جمعیت کشور گفت ممنوعیت واردات این کیت‌ها مانع افزایش جمعیت در کشور شده و مردم نمی توانند با اطمینان خاطر تصمیم باردار شدن بگیرند. بسیار از پزشکان و شهروندان از چنین اتفاقی به عنوان فاجعه و جنایت یاد می کنند که منجر به پدید آمدن نسلی همراه با انواع ناهنجاریهای های ژنتیکی خواهد شد. اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی پیشتر در پاسخ به درخواست شرکت های تولیدی و وارداتی در سال جاری در اطلاعیه اعلام کرد تولید و واردات کیت های غربالگری سه ماهه اول بارداری برای انجام غربالگری صادر و تمدید نمی شود. پدرام پاکاین، سخنگوی وزارت بهداشت و درمان بدون تایید یا تکذیب خبر توقف واردات این کیت ها گفت قربالگری مطابق قانون و نظر متخصصان استاندارد سازی شده و با رعایت این استاندارد ها ممنوع نیست اظهار نظر مبهم نماینده وزارت بهداشت درباره نگرانی شهروندان در حالی که محمد امین تبایی فر عضو هیئت مدیران انجمن ژنتیک پزشکی تصمیم این وزارت خونه رو عجیب و شکاور خونده اما همزمان با اظهارات رئیس انجمن ژنتیک مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا اعلام کرد و گفت این موضوع زمانی مشکل ساز خواهد شد که زوجین باروری و فرزنددار شدن خود را به سالهای بعد موکول کنند و مراجعی به مراکز درمان ناباروری نداشته باشند علی صادقی تبار گفت ناباروری یکی از مشکلات شایع در سطح جهان است و میزان ناباروری هم از حدود 15 تا 25 درصد در کشورهای مختلف بسته به شرایط آسیبزا و مشکلات و بیماری ها متفاوت است. این گزارش در حالی است که تلاش های جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت در سالهای اخیر با شکست مواجه شده و حتی طرح حکومت موسوم به حمایت از خانواده با اعتراض فعالان حقوق بشر و پزشکان مواجه شده. بررسی انجام شده نشان می دهد که تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و 70 درصد از مردم با سیاست های جمعیتی حکومت مخالف هستند. نتایج نظرسنجی در 17 بهمن سال 1400 نشان می داد 28 درصد از مردم داشتن فرزند رو باعث خوشبختی زوجها نمی دونند و 12 درصد جمعیت هم اعتقادی به داشتن فرزند ندارند.